اینجا ونیز است در ایتالیا، شهری در آب با شکوه و جلال تاریخی. در نزدیکی ونیز موزه معروف توربافی جزیره بورانو بعد از یک دوره طولانی بازسازی افتتاح شده است. در کوچه آبهای شهر این قایق‌های موتوری وسیله نقلیه عمومی هستند. برای رفتن به موزه تور بورانو واقع در میدان قدیمی شهر با این قایق‌ها از ونیز نیم ساعت طول می‌کشد. مدیر بنیاد موزه های ونیز می‌گوید: این موزه جدید است. گرچه تاریخ آن به مدرسه توربافی و زمان قدیم برمیگردد که تا یک قرن ادامه داشت. هنر توربافی ویژه ونیز است. خود سنت تور ارتباط مستقیم با فرهنگ از یک طرف و از طرفی با صنایع دستی دارد. مهارت توربافان و زیبایی این هنر گنجینه هنری شهر ونیز است. این هنری است که خودش را به تمامی عیان کرده و مطرح بوده است. یک نشان تاریخی و فرهنگی است. این تور و توربافی همبسته و وابسته با تمدن جمهوری ونیز در آن زمان است. جزیره بورانو مهمترین نقطه شمالی در دریاچه است که ونیز نیز در آن قرار دارد. جزیره بورانو با جزایر بزرگ و کوچک اطرافش متصل است، یا از طریق پل چوبی یا از طریق کانال‌های درونی و ردیفی از خانه‌های رنگارنگ در حاشیه. در جزیره بورانو ماهیگیری و قایقرانی که ضرورت نقلیه و جابجایی است قرن‌ها رونق داشته است. علاوه بر آن توسعه هنر توربافی در این جزیره در شناخته شدن ونیز در سطح دنیا نیز نقش داشته است. دنیا ونیز را نه تنها به خاطر گچبری های سقف و کنار بام هایش، ساختمان های مزین به منبتکاری با پنجره های پر از گلدان های الوان، بلکه به خاطر هنر توربافی که مرکز و قلب آن اینجاست می شناسند. این هنر در قرن 19 و 20 میلادی در اوج خود بوده است. اما درباره ریشه های تور و توربافی در ونیز، در این موزاییک های قرن 12 می توانیم اولین نشانه های تور را در یقه های توربافی شده شنل مریم مقدس ببینیم. مدرسه توربافی بورانو با حامیان درباری زمان خودش، گرچه در خدمت اشراف بود اما ممر درآمدی هم برای ساکنان فقیر این جزیره نیز بود. یکی از بافنده های قدیمی تور میگوید: بهترین خاطره من از دوران توربافی هم زمانی است که یک گروه از پسرها به دیدن ما آمده بودند. به آنها فوت و فن کار را یاد میدادیم. فرانسوی بودند و طراح مد. اما اگر به گذشته برگردم، یادم میآید اولین روزی که مدرسه توربافی را شروع کردم. با مادرم رفتم، گریه میکردم، نمیخواستم تور ببافم. فکرش را نمیکردم تمام عمرم همین کار را خواهم کرد. اما آیا در خارج از ونیز تور و توربافی هم مشتاقانی دارد؟ این بافنده تور میگوید: تنها تجربه‌ای که من داشتم رفتن به ترکیه بود. در آنجا اشتیاق و علاقه دختران جوان ترکیه در توربافی خیلی مرا متعجب کرد. اینجا مدت هاست که این علاقه از بین رفته. Ma è l'entusiasmo che ho visto là qui da noi, purtroppo le ragazzine non l'hanno più. در این موزه شاهکارهای دست سوزن زنان و توربافان در کارگاه‌های توربافی به نمایش درآمده است. توربافان خستگی ناپذیری که به عنوان حامیان و متولیان این هنر را نسل به نسل و دست به دست گرداندند.